جهش بزرگ و جهاد بزرگ. ما دولت اقدام، دولت تحول هستیم. دولت مردمی شکل خواهد گرفت. تحت عنوان انقلاب سوم با دولت سلام، دولت تحول. من دولتم دولت تحول هست. سلام. وضعیت اقشار کم درآمد، گرانی، معیشت، تورم، تسهیلات بانکی، اشتغال جوانان، مسکن، واردات و صادرات و در یک کلام موضوعات اقتصادی همچنان اولویت صحبت‌های نامزدهای ریاست جمهوری. امروز 17 خرداد نگاهی می‌کنیم کوتاه به برنامه‌های تبلیغاتی نامزدها. امروز صبح آقای سعید جلیلی برای ضبط یک گفتگو به شبکه خبر آمد و پس از آن مقابل دوربین رسانه‌ها در پاسخ به سوالی درباره وضع معیشتی دهک‌های پایین جامعه گفت برای آن هم برنامه داریم. 4 طرح اساسی رو برای اینکه 3 دهک پایین جامعه از این وضعیتی که واقعاً قابل پذیرش نیست خارج بشوند داریم. یکی طرح واحد انرژی یا وان هست که ما معتقدیم آحاد جامعه باید سهم خودشون از مصرف انرژی رو داشته باشند و مدیریتش رو هم خودشون داشته باشند تا بتوانند بر اون اساس، بر اون شکلی که میدونن اون رو مدیریت کنن. این یکی از اون طرحهای اساسی ماست. طرح دومی که داریم اون طرح سبد کالاست. یک طرح دیگری که وجود دارد طرح سفر هست. طرح سفر اینه که وقتی ما صحبت میکنیم از دهک های پایین جامعه، این نیست که بگیم خب آقا سهم انرژی و یارانه و نانش رو بده خب بس است یا غذا. نه، یکیش همون بحث تفریح و اوقات فراغت، اون هم مثل بقیه خانوادهش حتما باید بتوانند استفاده ای داشته باشند. آقای جلیلی همچنین گفت مسائل کشور با نمایش حل نمی شود و کار واقعی می خواهد. کار واقعی نیست که شما چند روز بری بگی آقا خب حالا شد و مثلا یک تصویری هم ارائه بشه پس من همه مسائل با خبرم. نه، باید حوصله کرد، وقت گذاشت. من این رو عرض کردم، برنامه یک شبه نوشته نمی شود. آقای محسن رضایی امروز برای ضبط برنامه تبلیغاتیش مهمان شبکه جامع جمع شد و پس از آن در جمع خبرنگاران به برخی سوالها پاسخ گفت. طرح معیشت جامع ایرانیانی که من دارم شامل 3 بخش میشه. یکی یارانه 450,000 تومان، دوم حقوق خانه‌داری و سوم مسئله مسکن. ما با این 3 فعالیت انشالله معیشت رو در ایران حل خواهیم کرد. یارانه 450,000 تومان منابعش کاملا مشخصه، روشن و عمدتا از صرفه‌جویی به دست میاد که همینطور الان داره به اقشاره که نیازمند نیستن یارانه داده میشه. ما اون یارانه هایی که به ثروتمندترین افراد جامعه داده میشه در اونجا صرف جویی میکنیم، این رو به 40 تا 50 میلیون جمعیت ایران خواهیم داد. آقای رضایی در این گفتگو درباره دیدگاهش نسبت به مبارزه با گرانی ها هم حرف زد. چه قیمت کالاها، یعنی گرانی، قیمت ارز و قیمت‌هایی که تو بازار به شدت مردم ما رو داره اذیت می‌کنه، نوعی بی‌نظمی و نوعی هرج و مرج الان در بازارهای ایران به وجود اومده. ما جلو این هرج و مرج رو می‌گیریم به 2 طریق. یکی انضباط و نظارت رو جدی می‌گیریم، دوم اینکه سیاست‌های پولی و مالی رو درست می‌کنیم. آقای سید ابراهیم رئیسی عصر امروز در ساختمان سیما پس از ضبط برنامه تبلیغاتیش درباره بهبود وضع معیشت مردم صحبت کرد. یه کار اساسی باید بشه. اون کار اساسی این که ما اصلا باید بریم دنبال این که کالاهای اساسی رو کشور با توجه به زمینه‌های بسیاری که داره خودکفا بکنیم و این کار امکان پذیره. وقتی شما کالای اساسی رو بند به دلار کردید، بند به ارز کردید و کالای اساسی هم بیشترش در واقع بنده به یک سری از مثلا نهادهای دامی است، مثل خوراک دام و طیوره که باید از خارج کشور بیاد، 70% از خارج باید وارد بشه. این در واقع بند کردن سفره مردم به نحوی از انها به هم خارج کشور، هم ارز و دلار، که این نوسانات موجب میشه که سفره مردم دچار مشکل بشه. آقای رئیسی تأکید کرد نظارت امر مهمی در دولت هاست که همچنان مقفول مانده. سازمان حمایت از تولید و مصرف وظیفه چی هستش در این قضیه؟ این عدم نظارت دولت بر کالا و ارز
به نحوی که بتونه اشرافش جلوگیری بکنه از این که این ارز دچار مشکل بشه یا کالا دچار مشکل بشه. پس کار کوتاه مدت در مورد کالاهای اساسی، نظارت تمام عیار بر زنجیره تولید یا تأمین تا مصرف، این میتونه ثبات بده به بازار کالاهای اساسی. آقای علیرضا زاکانی امروز در مصاحبه با خبرنگار ما در خصوص برنامه‌اش برای اقشار کم درآمد به ارائه چند بسته اقتصادی اشاره کرد. بسته اول ناظر به 69.5 میلیون نفر هستش که ماهانه 40 هزار تومان بنکالا میگیرن. 40 میلیون نفر کسانی هستند که در 12 میلیون و 100 هزار خانواده که خودرو ندارن، اینها این 40 میلیون نفر بودن، 40 میلیون نفرن. این 40 میلیون نفر هم ماهانه 15 لیتر هر نفر میگیره. نکته سوم پول نقدی است که به سه دهک ضعیف جامعه داده میشه. دهک خیلی ضعیف 200 هزار تومان در ماه برای هر نفر، بعد از اون دهک دوم 150 هزار تومان و دهک سوم هم 100 هزار تومان. و نهایتا مسکن حمایتی است. در مسکن حمایتی ما سالانه 150 هزار واحد مسکن برای زوجهای جوان میسازیم و 150 هزار واحد برای محرومین. این 300 هزار واحد علاوه بر 1 میلیون واحد تکلیفی قانون مجلسه. آقای زاکانی، این نامزد ریاست جمهوری میگوید در دولتش فقر مطلق را ریشه‌کن میکند. پیام بخش معیشتی این کار این هستش که فقر مطلق در سال اول دولت اقدام اصلاح در ایران به فضل الهی ریشه‌کن خواهد شد. آقای سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی دیشب بعد از گفتگوی ویژه خبری در گفتگو با خبرنگاران درباره موضوع تورم در کشور حرف زد. محوری ترین موضوعی که هدف گذاری کردیم، ما برای مسکن برنامه داریم، برای غذا برنامه داریم، برای بورس بازار سرمایه برنامه داریم، برای کرونا بهداشت و درمان برنامه داریم، برای همه اینها برنامه داریم. اما اون دال مرکزی کاری که می‌خوایم انجام بدیم موضوع کنترل تورم هست. هم نوسانات تورمی که تغییر میکنه مدام، هم خود شیب تورم. ما میخوایم سال اول کاری بکنیم که این نوسانات بره روی شیب دائمی قرار بگیره و بعد شروع کنیم به کاهش اون و سال آخر به عددی زیر 5% برسونیم تورم رو. این نامزد ریاست جمهوری معتقد است تورم ریشه بسیاری از معضلات و مشکلات است. اگر ما بیکاری داریم منشأش تورمه، چون تورم ضد تولیده. اگر بی‌عدالتی داریم، فقر و نابرابری داریم، باز منشأش تورمه، چون تورم یک مالیات دائمی است از سمت فقرا به سمت اغنیا، از سمت فقرا به سمت مردم. ما پزشکا میگیم مثل بیماریه که خونریزی مداوم داره، یه رگشو زدن مدام داره خون ازش میره. خب این اصلا جسمش نحیفه، ممکنه زنده بمونه ولی جسمش نحیف میشه. الان جسم جامعه به خاطر تورم هم نحیف شده. آقای محسن مهرعلی‌زاده عصر امروز و بعد از ضبط برنامه با ایرانیان در شبکه جامعه جمع به سوالی درباره برنامه اش برای بهبود معیشت دهک‌های پایین جامعه جواب داد. بایستی اون قشری که بسیار آسیب پذیرن، مشخصا به نظر میرسه که دهک‌های پایین جامعه از دهک اول تا دهک پنجم حداقل که تقریبا میشود 50% جمعیت، اینا شرایط خوبی ندارن و همچنان بایستی یارانه‌های نقدی این عزیزان رو تامین بکنیم. البته نه به مقداری که الان هست که به دردی نمیخوره. این یارانه‌ها مال سال 89 بود و الان ارزش آنچنان نداره. این یارانه‌ها حداقل بایستی 5 برابر بشه در یک زمان مشخصی. این نامزد ریاست جمهوری امروز صبح هم در یک نشست خبری از کتابچه برنامه‌هایش رونمایی کرد و درباره آنها حرف زد. من یه برنامه دارم، برنامه‌های نظری و اجرایی بر مبنای تفکر حکمرانی اقتصادی اجتماعی، سوشیال مارکت اکانومی. این برنامه بر اساس یک الگوی حکمرانی اقتصادی علمی دقیق آزمایش شده و تجربه شده است.
آقای عبدالناصر همتی امروز برنامه انتخاباتی نداشت. فردا بعد از ظهر دومین مناظره انتخاباتی نامزدها برگزار میشه. فرصتی برای بیان طرح‌ها و ایده‌ها به صورت زنده مقابل چشم میلیون‌ها بیننده. مردمی که طبق نظرسنجی‌ها مشتاق و منتظرن که نامزدها از برنامه‌هاشون بگن به جای به حاشیه بردن بحث‌های اصلی. زهرا چخماقی، خبرگزاری صدا و سیما.